دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که روز 11 رو خدمتون اعلان کنم. روز 11 روزی هست که ما میپردازیم به درخواستی که از دیگران داریم، از اطرافیان داریم، اطرافیانی که بخشی از زندگی ایدئال ما رو تشکیل میدن. ببینید، امروز توی پیاده روی امروزمون و توی مدیتیشنمون متمرکز میشیم روی اطرافیانمون، افرادی که به ما نزدیک هستن و ما به شکلی باهاشون در ارتباط نزدیک قرار گرفتیم. میتونه همسرمون باشه، یارمون باشه، یا خواهر و برادر، پدر و مادر، یا بچه‌مون باشه و هر چیزی شبیه این، شاید همکارامون باشه. ولی به هر حال قرار هست که ما ببینیم چه چیزی رو از اینها میخوایم و بعد از پیاده روی این چیزهایی که ازشون میخوایم رو یادداشت کنیم. ببینید، گاهی اوقات توی فرهنگ ما به ما گفته، حالا تو هر فرهنگی که هستیم، به ما گفته که ما باید توجهمون رو روی درخواست هامون از دیگران ببریم و دیگران رو تغییر بدیم. اصلا جز وظایف ما گذاشته که برو دیگران رو تغییر بده و این کار نمی کنه، این جواب نمیده. خواسته های ما دو جور هستن، یا چیزایی هستن که مربوط به اون آدم هاست و اون آدم ها قرار خودشون انتخاب کنه و تغییر بدن، در نتیجه ما مجاز نیستیم نه ازشون بخوایم نه ناراحت بشیم اگر تغییر نکردن. ما آدم ها رو همونطوری که هستن میپذیریم، اون وقت میتونیم انتخاب کنیم که باهاشون معاشرت کنیم یا نکنیم، ولی قرار هست اونا رو همینطوری که هستن بپذیریم. و بخش دیگه، اونها در ارتباط با ما هستن. اینجاست که خواسته های ما معنا پیدا میکنه و ما باید نسبت به اونها شفاف بشیم، هم خودمون بدونیم چی میخوایم، هم به اونها بگیم که چه درخواستی داریم ازشون و اجازه ندیم که این درخواست های ما ندیده گرفته بشه. و البته گاهی اوقات ما منتظریم که اونها خودشون حدس بزنن که ما چی میخوایم و اون رو به ما بدن. اینطوری نباشه. اینجا میتونیم از اون شفافیت استفاده کنیم و به آدم ها بگیم، ولی به گونه ای که توی حریم اونها وارد نشیم، به اونها آسیب نزنیم. و یادمون باشه خواسته های ما دو دستن. اگر خواسته هایی هست که ما میخوایم اونها تغییر کنن که ما خوشحال تر باشیم، ما این کار رو نمیتونیم بکنیم. این اصلا جایگاه ما نیست، به هیچ عنوان جایگاه ما نیست و ما نمیتونیم این درخواست رو بکنیم. این قسمت رو شفاف بشیم باهاش و بیایم بیرون از این. بخش دوم، خواسته هایی هستن که ما در ارتباط با اونها و تو اون بخش مشترکی که با هم داریم، یعنی تو اون فضای مشترکی که کنار هم قرار میگیریم داریم، توی اون فضای مشترک ما خواستمون رو میتونیم مطرح کنیم و نسبت به اون شفاف باشیم، طوری که وارد حریمش باز نشیم و به قسمت اول وارد نشیم. در نتیجه خواسته هامون رو مشخص میکنیم، میبینیم که چرا این رو میخوایم و اگر داره به رابطه ما بیشتر کمک میکنه، بیان اون درخواستمون، این رو با اطرافیانمون شفاف میشیم و بهشون میگیم. اگر بتونید کلامی بگین خیلی بهتره و باز پیشنهاد میکنم وقتی میخواین کلامی بگین با من شروع کنید. من درخواستم اینه که اینطور، نه اینکه تو این کارو میکنی که من ناراحت میشم. من درخواستم اینه که این خواسته رو دارم. و خواهش میکنم که حواسمون باشه ما مسئول خلق زندگی دلخواهمون هستیم و زندگی دلخواه ما حق ماست. ما حقمونه زندگی خوبی داشته باشیم و حقمونه اونطوری که میخوایم زندگی کنیم. فقط حواسمون باشه که این حق ما نباید حق دیگری رو ضایع کنه، یعنی من نباید وارد حریم دیگری بشم. تا جایی که این کار رو نکنم، میتونم خواسته هام رو مطرح کنم و در فضای شفافیت تمرکزم رو روی اون چیزی که میخوام نگه دارم. موفق باشید تا فردا و بخش خواستمون از جهان هستی.